و موزیسین ایرانی بریتانیایی هستن که در ایتالیا به دنیا آمدند و حالا تبدیل به یکی از شناخته شده ترین نوازندگان چلو و پیانو در این کشور شدند. نوازندگانی که گاه در اجرای خود ملودی های قدیمی ایران را هم زنده می کنند و حالا در حال تأسیس اولین آکادمی موسیقی سازگار با محیط زیست در اروپا هستند. آکادمی که خودشان امیدوارند بتوانند در آن حامی موسیقی زنان به خصوص زنان ایرانی باشند. کیمیا قربانی در گزارش خود نگاهی دارد به زندگی این دو خواهر. به مناسبت سالگرد آزادی کشور ایتالیا در کاخ ریاست جمهوری این کشور کنسرتی برگزار شد و اجرای دو نوازنده جوان این کنسرت توجه بسیاری را به خود جلب کرد. من لیلا شیروانی هستم. من سارا شیروانی هستم. خواهران شیروانی آموزش موسیقی را از کودکی شروع کردند. مادرشان نوازنده ویولونسل و انگلیسی است و پدرشان مهرداد شیروانی ایرانی است و استاد ویولونسل در کنسرواتوارهای ایتالیا. لیلا و سارا موزیسین‌های شناخته شده و موفقی در ایتالیا هستند. آخرین کنسرتی که ما برگزار کردیم در کاخ کویرینال در روم بود. این کنسرت به صورت زنده از رادیو تلویزیون رای 3 پخش شد. بسیار خوب بود چون به مناسبت روز آزادی ایتالیا بود. چیزی که خیلی شگفت زدمون کرد پیام ها و ایمیل هایی بود که از طرف افرادی می اومد که از ملودی فارسی که آخر کنسرت اجرا کرده بودیم خیلی خوششون اومده بود. ایمیل های زیادی دریافت کردیم. بنابراین اون چیزی که ما دلمون میخواد انجام بدیم بخشی از فرهنگ خودمون از طریق موسیقیه، برای اینکه در عمق این حرکت پیام قوی تری وجود داره. لیلا و سارا با اینکه هیچ وقت ایران نبودند اما علاقه بسیاری به فرهنگ و ملودی های ایرانی دارند. آنها به خاطر مسائل سیاسی پدر و پدر بزرگشان هرگز به ایران سفر نکردند. یادم میاد یه بار وقتی بچه بودم خیلی ناامید و ناراحت شدم چون مطمئن بودم که به ایران سفر نمی کنم. در واقع به آمریکا می رفتم که پدر بزرگ ایرانیمو ببینم. من خودم رو در میان فرهنگ و جامعه ایرانی می دیدم و اونقدر مجذوب فرشای ایرانی، پسته و غذا شدم که واقعا خودم رو متقاعد کرده بودم که به ایران رفتم و در حقیقت فهمیدم که هیچ وقت ایران نمیرم. خیلی ناراحت شدم. از اونجایی که ما 5 ساله که کلاس های مستر برگزار می کنیم خیلی دوست داریم که مرکز یا مدرسه خودمون رو داشته باشیم. ما به تدریس خیلی نزدیک هستیم چون پدرمون در تمام زندگی به کودکان آموزش می داد و خودش رو وقف آموزش موسیقی می کرد. بنابراین آرزوی ما این هست که یک آکادمی سازگار با محیط زیست بسازیم، در حال تأسیس یک آکادمی زیست محیطی که در مونتاسلا نزدیک روم 1 ساعت با روم تقریبا فاصله داره هستیم. به جای یک مدرسه واحد چند تا خونه چوبی میسازیم، خونه هایی رو سازگار با محیط زیست با صفحه های خورشیدی در پشت بومشون تصور میکنیم. بنابراین میتونیم به جای هر کلاس یه خونه رو تصور کنیم. خونه پیانو، خونه ویولونسل و غیره. لیلا و سارا امیدوارن بعد از راه اندازی آکادمی موسیقی اکولوژیکشان بتوانند کمک و توجه بیشتری به زنان و دختران ایرانی علاقه‌مند به موسیقی داشته باشند. کیمیا قربانی، روم.